اصلا یه طعمی داره. این دسره ولی مثل غذاست. من خیلی متوجهش نشدم. این کار است. خیلی خوشمزه. خیلی خوشمزه. ولی اینو خیلی دوست دارم. نوتا. بشقاب واسم بیارم. سلام بچه ها. سلام سلام آقا، برای امتحان کردن غذای اصیل اصفهانی اومدیم. بریونی حج محمود. حاج محمود اصفهانی ها بهش میگن حج محمود. شفاعت. آره شفاعت. بچه نون میخورد چشش نمیبینه. بعد بچه ها اینجا میگن یکی از بهترین بریونی های شهر اصفهانه و ما اومدیم اینجا رو امتحان کنیم و به شما نشون بدیم. علاوه یکی از دسرای معروف شهر اصفهان که نمیدونم دسر غذاست. بریم ببینیم چیه. خودمون آره، تا امتحان نکردیم. ببینیم چه جوریه، به شما نشون بدیم. اگه خوب بود بهتون توصیه کنیم که حتما اینجا بریم. شروع کنیم. بریم. ما به شدت شلوغه، ما بریم فقط بشینیم. گفتن که سریع بیایید وگه نکنم. بح 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 بح. چه بامنزه هست. اتاق هم هست. بخوریم. حتما جای بسیار خوبی هستش که این صف و این حالت و اینایی که ما دیدیم بطن نمیدونم اسم بنویس و چند نفر محلش مینا چقدر خوشگله. تازه فوق‌العاده آقای داشتش به همکارش میگفتش که امروز چون شنبه هستش و همه رفتن سر کار و بعد تعطیلیات خلوته. اومدیم با توضیحات مینا خانم در مورد غذای سنتی اصفهان. بچه بریونی خودش اصلش اینه که مثلا گوشت رو با ادویه معمولا زردچوبه میپزنش، بعد از استخون با پیاز و اینا استخون جداش میکنن، با دنبه با چربی همون گوشته چرخش میکنن و با یکم گردو و دارچین و این چیزا بهش میزنن و با کفکیت قشنگ پخش میکنن روی نون سنگک، پخ میکنن مثل کلوچه بشه، مثل یک کوکی تپ میذارنش رو. و کنارش معمولاً واسه که معمولاً واسه تزیینش جگر سفید و با چیز دنبه میشه. دنبه آره آفرین. دنبه با هم دیگه چرخ میکنم و کنارش میذارن و اینا. خیلی چرب و چیله، کلاً غذاش وقت بسیار سنگینه. آقا ما هم سفارش که دادیم یه دونه بریونی سفارش دادیم، یه دونه خورش ماست سفارش دادیم و یه دونه دوغش هم قشنگ پارچیه یارو. میخواست دو تا هم بیاره تازه. حالا خورش ماست چیه؟ شاید چون چربه مینا میخواد سه تا بیاره. خورش ماست نگم چیه؟ بفرمایی. خورش ماست اسمش خورش ماسته ولی دسره، ولی مثل غذاست. من خیلی متوجهش نشدم. چرا؟ بخاطر اینکه خیلی پیچیده شد. بخاطر اینکه یه دسریه که با گوشت گوسفند، گوشت گردن گوسفند درست میشه و ماست و زعفرون و زرد تخم مرغ و اینا درست میشه. حالا با زیرش گوشت این چیزا هم تزیینش میکنن ولی حالت سرد میخورنش. چرا سرد میخورن؟ این قشنگ خودش خورش ده. نمیدونم سرد میخورن. البته من تا حالا نخوردم خورش ماست. منم نخوردم بچه. آره. ولی سرد میخورن، میگن مثل حلیم کش میادش و اینا. حالا بخوریم ببینیم چه جوری خورش ماسته. بچه اینجایی هم که اومدیم فکر میکنم دیگه باید با کیفیت ترین بریونی ممکن رو بده، چون اصلا اسمش بریونیه. یعنی بریونی چون خواستیم سفارش بدیم گفتم غذا چیده، اول من اصلا گفت چند تا بریونی بیارم. آره آخه نه، کلا اصفهان بریونی بریونیه، یعنی یه مغازه هست که فقط بریونی میده. نهایتا بعضی هاشون تعداد خیلی کمشون کباب کوبیدن میدن ولی بریونی هن همشون. ولی خب ما پرسیدیم که بهترین بریونی کجاست، چند تا رو بهمون معرفی کردن، بعد اینجا رو بیشتر کسی معرفی کرده. آره و میبینین فضاش که کاملا سنتی و خوشگل در برده. دو تا شعبه دیگه هم داره این. آره ولی این شعبه جلفاشه و میبینین چقدر هم روی تزیینات کار کرده، همین که چقدر شلوغ و صفه تا بیای نوبتت بشه. من دوغش رو خوردم. چطور بود؟ مثل دوغه که با گوشویل بود یه نمه ترشتر، خیلی خوشمزه. آقا منم بگیر منم بخورم. نیم داره ولی من بی نیم. نیمال سوسول هست دوغه بچه هست. اندازه خودته. آره اندازه.
نظرت؟ خیلی خوشمزه است. خیلی خوب بود. من معمولا دوغ ترش رو دوست ندارم، ولی این صرفا ترش نیست، نمک هم داره. ترش و نمکیه، اصلا دل آدم رو نمیزنه و فوق العاده طعمش خوبه. خیلی حال کردم. بعد جالبه این قشنگ دو نفر است، این چجوری آره. نفره میکنم دیگه، بقیهش رو بعد اینکه چربیای غذا رو خوردی. آره برای شستن چربی رو بکنم لازم باشه. بچه هم میگیره میخوابی، این دو آدم بخوره میخوابه. همیالانش هم یکم آقا حالا اومد چیه؟ دوی این آب گوشتشه، آب گوشتشه. آره هی به آقای میگفتم آقا آبش هم بیار، آب بزن بیار. آخرش میخواست مینا رو بزنه، گفت آقا این آب جز بشه. آره این مطمئنی خورش ماستی؟ آره. نه بابا خورش ماست که نون نداره. این آب آب گوشته که توش یه مقدار کشکم میریزن و این هست. آقا من یه چیز بکنم هم بزنم ببینم چه جوریه. جذاب به نظر بیاد، شدید. به 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 خیلی خوشمزه است. خوشمزه؟ خیلی خوشمزه است. کشکم داره، با کشک عالی آره، شده. آره گفتم کشک کشه. یه دونه کشدارشو بهت بدم. با سبزی. با بوده دیگه. آقا یکم دلش آب کنید. خوبه؟ آره خوبه، بده. آقا لقمه بزرگ بود تو گلش گیر میکنن. زعفرون هم دارم. خیلی خوشمزه. این بعدی ها زعفرونم. خیلی خوشمزه. دوست داشتم. آبش جدا نمیاره؟ چه تزیین جالبی هم داشت. آب و سرین هم پرپر کرده روش و کشک و زعفرون و سبزیجات و اینو خیلی با کلاس بود. خیلی دوست داشتم. آقا وایسیم تو غذا اصلی رو بیارم. وایسیم. اینا چی هست؟ گوشت گوسفند. با جگر سفید اینا؟ آمد چه اینه؟ گفتم تو کف گیر میکنم اینه. اینجا هم که چیزه؟ چند تا بخواهم؟ یه لورتا یه لورتا گوش خواب بسنده این برم آبشه. نداری آبشی کاسه؟ نمو شده غذایی ما رو هم هنوز نیاوردن. بریم پیش رضا ببینیم تا من اینجا بودم غذا رو آوردن. نه نیاوردن. خیلی گوشنی بکنم یه رو 20 دقیقه است منتظریم. اومدن آب گوشتر هم که خوردیم تمامش کردیم و بردن. دوغمون هم خوردیم، یه چیزی نمونده. سبزی هم در پلازیده میشه. خیلی هنوزه این مونده. آره شلوغه، خیلی شلوغه، خیلی شلوغه. یه دونه فکر کنم یهو عشق تو چشم دیگه داره جمع بده غذا با داره میاره داره میاره داره میاره کنم دوباره یه آمدی شده. برای ما یه دونه اوبردن قبل آقا گوش آوردن، آقا گوش آوردن خود بود. مرسی مرسی. بچه ها چون دیر شد یه دونه آب گوشت دیگه آوردن. اگه میخواد بره دیرتر بیاره دوتا بیاره. بازش کن اینه. چه جالب، یه نونش مدل تافتونه، یه نونش یه بری سنگه که این همونیه که مینا گفت کنارشی که فرق آره، میکنه. آره کنارشی. فقط بچه یه مشکلی بیش اومده، اینو که برد قاشقا بودم بود. الان یه رو منتظر. این همونیه که مینا گفت جیگر مرغ و دلمه است. این هم همون گوشت است. دیگه چنگال داری دیگه. حالا با چنگال بخور. چنگال نیست. نه چنگال نه داری. خب وایسا بگم قاشق وایسا بگم رضا نکن یه ذره تست کنی تمام کن خوشه واقعا. آره الان هم آقایم پرسیدم گفتش که گفتم که با جگر سفید گفت نه خیر. آقا ببینه اینو مینا بخوره بود به دفت دیگه گوشته دیگه گوشته. یه ادویه ای توش داره که مثل دارچینه. دارچینه این کار است رضا. رضا این هم بخوره. با دست چرا میخورید؟ اینو اصلا دوست نخواهی داشت مطمئن. لب بزنی حالت بند.
آقا ما قاشق بگیریم خورش ماستمون هم نیوردن. ولی مزهش میخوام بگم این چیز خوشمزه ایه، ولی این بغلش یه چیز خیلی چرب و چیله. نه وایسا با قاشق بیارن قشنگ درست حسابی بخوریم. الان رضا گشنش متوجه نمیشه چی به چی بخوریم. منم تست میکنم. بالاخره قاشق گرفتم. دوباره قاشق دار شد. آره آقا مینا تست کنه. تست بکنم با نون سنگک تست کنم. اول از این تست کنم. قشنگ این کرملات هم برداشتم زیاد. نه اینو دوست دارم، خیلی خوشمزه است. بله جالبه بچه بودم اصلا بدون دوست نداشتم. خوشمزه است. آقا به منم بده. این چیه الان میخوای به من بدی؟ اینقدر لش داره دست در نکنم. آقا بریونیش واقعا خوشمزه است. از اون یکی بخور. اشتباه خوردیم، اشتباه خوردم. ناب نارنج روش نرفتم. انشالله لقمه بعد بذار رو اینم بریدم. اینا گفته بود واسه تزیینه. نمیشه حالا اینا واسه تزیین نزونه. یه حالی شد. بیا عزیزم بیا حالا یکی رو کرملتش به من میده. من اینو دوست ندارم. مطمئن بودم. آره ولی اینو خیلی دوست دارم، خیلی خوشمزه است. شنده بودم گفتم که یکی از جای خیلی معروفه، خیلی خوشمزه است. بعد دیدم که خب جایزه بوده، جایزه صبر بوده. بذار تست کنم ببینم اینا مزه همونه بوده. آقا ما بریونیمون رو بخوریم تا خورش ماستمون هم بیاره. بچه ببینید چه لقمه ای داره واسه خودش درست میکنه. بچه دورومله که رفته بودیم، دوروم درست میکرد با گوشت، حالا مثلا گوسفندی بود یا حالا گوشت گاو بود و حالا بهش سس چدار میزد یا گوشت تیکه بود. الان میتونه آدم همونو برای خودش درست بکنه. بله رضا دورومله. اینو میاری اینجا. بله میزنی؟ قشنگ نگاه کن مدل همون دورومله میشه. آره ببین چه کار ساده ایه. خوشمزه. عالیه. بچه ها پیازایی هم که آورده بود شیرین باقلوا. جای همه خالی. آقا بریم برای خورش ماست. بریم. آقا اینه بافت رو ببین، گفتی مثل حلیمه دیگه. آره تو اینترنت خوندم مثل حلیم مزهش. یکم چیز خاصی بود به نظرم، یه مزه عجیب و غریبی بود. ممنون. بچه دوغش از بس خوشمزه بود ما یکی دیگه هم گرفتیم. غذامون تموم شد. فوق العاده خوشمزه. راست میگی مگه من اصلا یه طعمی داره. من یکم یه جوری هم بذار بدم. زرده دخمه مرغ بخور. آقا خیلی خوشمزه است. گردو داره توش نه؟ تو دوست نداشتی؟ شیرینه خیلی. تو خب تو معمولا چیزای شیرین دوست نداری؟ نه زیاد دوست ندارم. من الان گردو اصلا یه حلیم شیرینه، یه طعمی ترش هست. چیه؟ مثل زرشک انگار. خیلی خوشمزه. راست من برام خیلی شیرینه. بعد میدونی من یکم حس چیزم دارم، مثلا که الان این ماست قاطی شده اینا کلا میدونی که رابطهش با تخمور خوب نیست. آره خیلی خوشمزه است بچه. خورش ماست حتما من خیلی دوست دارم. طعم یعنی خب طعم اخالت ترش و شیرینه، ترشیه مثلا زرشک و اینا رو ولی به شیرینی بیشتر میخوره. به شیرینی بیشتر میزه. دقیقا مورد علاقه من دیگه. میشه یه گردو دارش هم به من بدی؟ همه مغز دارش رو خودش خورده. بچه ولی اصلا شک نکنیم. بچه ها مینا رو ولش کنیم حتما بخوریم. نه من برام شیرینه. عالی عالی. آقا من برم حساب بکنم در مورد قیمتش و اینا هم بیرون صحبت میکنیم. مزه 20. آقا غذا رو زدیم اومدیم بیرون. عالی بود. عالی بود. قیمت رو بگو. قیمت بریونی
80,000 تومان. خیلی میسازه. خیلی خوشمزه بود. برینش خیلی خوشمزه بود. بهتری برینی بود که. آره. آب گوشتش از اون بهتر 10 تومان. مفت. آره. خورش ماسه که من دوست نداشتم 35 تومان. و من خیلی دوست داشتم و قطعا آره. میارزه. دوقه رو بگو. دوقه که در حد پارچ بود هر کدوم 10 تومان. آره. اصلا پارچی 10 تومان بود. اصلا من هرچی حساب یعنی کلش رو 145 تومن اصلا خیلی رفته خیلی خوشمزه بود بچه اینجا رو حتما امتحان کنید توی دیسکریپشن هم می نویسید که اینجا آره. کجاست این خیابونی که الان از صورت توش اومدیم بیرون جمز هاست بغلمون هم الان این ساختمونی که احتمالا می بینیم دیوارشو کلیسای وانکه که خب یکی از زیبایی ها و دیدنی های توی اصفهانه آقا من دارم میترکم خیلی هم غذا بهم چسبید جاتون خالی حتما توصیه میکنم اینجا حتما خدافظ